بقیه برنامه Thursday Night Fever یکی از یا بهتر بگم بنیانگذار ترانه نوین و از طرف دیگه سفیر شعر و ترانه است. با کارهای او آشنایی کامل دارید، نیاز به عنوان کردن کارها نیست. با آلبوم‌هایی که خودش اجرا کرده آشنایی کامل دارید و امروز هم خوشحال هستم که در بین ما هست و میتونیم باش هم گفتگو داشته باشیم، هم در بخشی از برنامه ازش رو خواهش کنیم که برای ما چند ترانه‌ای رو اجرا کنند. شهریار قنبری. سلام به شما. درود بر شما. Long time no see. کجا هستی دایی قنبری؟ من همچنان در جنوب کالیفرنیا. در کنار آب؟ در کنار دریا. چون اگر اینو از من بگیرن دیگه همه چیز گرفتن. من نمیدونستم شما دینا پوینت یعنی بهشت روی زمین. از صبح با اقیانوس هم تا شب دیگه. چی میگین به هم؟ با هم حرف میزنیم. من همه کارامو اونجا نوشتم. جدا؟ همه کارامو. همه که اگه کسی از من مستند گرفته باشه در این سوالها میبینه یه دیوونه ای تو ساحل همطوری راه میره با خودش حرف میزنه میخونه برمیگرده. این آبی دریا قدغن؟ آبی دریا قدغن؟ قدغن مال دریا کناره. مال دریا کناره؟ کجا نوشته شده؟ خود دریا کنار. تو خود دریا کنار نوشتی؟ دریا کنار شروع شد روزی که من هر روز میرفتم لبه دریا دیگه. دیدم یک برادر پاسدار اومد و گفتش که اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتم که دارم دریا رو نگاه می‌کنم. دریا رو نگاه می‌کنی؟ مگه دریا نگاه کردن داره؟ گفتم آره من حالم خوب نیست اینا من دریا رو نگاه می‌کنم. ببخشید. پاشو. ما رو بلند کرد و ردمون کرد از اونجا. باز من دوباره برگشتم دیدم که همینجوری جیپ های معروف انقلابیشون از راه رسیدند و برادران آویزون از این ماشینا و بعد خانوما رو اولین بار بود که من این صحنه رو می‌دیدم. خانوما رو از آب کشتن بیرون و گفتن که خانوما برن خونه. بعد شوهرها اعتراض کردن، گفتن که شما اینجا چیکار می‌کنید؟ نامحرم توی نه من. به هر حال این صحنه وحشتناک رو من دیدم. همون روزها من در دریا کنار زندگی میکردم، در خونه پدری روی دیوارهای همه شهر پر بود از شعارهای مرگ بر سرمایه‌دار فراری، مرگ بر این، مرگ بر آن. و سرمایه‌دار فراری کجا بود؟ همه آدم های معمولی. برشک توی اون روزها من یک همسایه پیدا کردم، یک جوان معماری بود که هوادار انقلاب بود. اینا من شوخی میکردم، عصبانی میشد. ما دوستا تنها ساکنان دریا کنار بودیم در اون روزها. آره. یه روز من میرفتم خونه اون، یه روز اون میرفت خونه من. به هر حال بعد من یه روز گفتم چرا ناراحت میشی من شوخی میکنم؟ گفت با مقدسات نباید شوخی کرد. گفتم اتفاقا باید با مقدسات شوخی کرد. آزادی فقط مقدسه و بس. این هم داستان ما. بعد قدغن از اونجا شروع شد، یعنی وقتی که آبی دریا قدغن بود. اینجا اما تموم شد، اینجا ملودیش رو نوشتم، اینجا اجرا کردمش و منتشر کردم. اما نخواستی به کسی بدی بخونه اونو؟ ها؟ شما نه خودت نخواستی به کسی بدی اونو؟ آره نه من تحریب بود که خودم میخواستم اجرا بکنم. به هر حال چه میکردم چه نمیکردم، بعد همکاران آوازخوان من گفتن خوبا رو خودش سوا میکنه برای خودش میذاره کنار. ولی اینجوری نیست اصلا، بلکه من اخلاق حرفه‌ای دارم و اصلا این کارو نمیکنم. اما هیچ کدوم از اون کارهایی که من خودم اجرا کردم دوستان اجرا نمیکردن. ب
بسیارانی رو از همون کارها من نشونش اون دادم و گفتن نه ببخشید. مثل سفرنامه. آره معلومه. معلومه. خب اونا یه امضای خاص خودشو داره دیگه. نمیتونه آره. خواننده‌ای که کارش فقط خوانندگی هست. نه اساس با سفرنامه تو نمیتونی بری عروسی بگیری. درسته. میزنه بیرون. یا شاید کتکت بزنن حتی. یه سوال همیشه واسه من پیش اومده. خب من در کودکی آقای قنبری رو پدر بلد. شما رو بله حمید قنبری رو میشناختم و یه جورایی بالاخره در زمانی که همینطور بود طفولیت رو همینطور داشتم بزرگ میشدم دنبال میکردم همه رو. ولی شهریار قنبری ربطی به حمید قنبری نداشته. نه خب یه نسل دیگه هم من. آره ولی از کجا من نسل... میاد؟ من نسل به خودم بر نمیخوره، شاید به بعضی ها بر بخوره. من نسل حرامزاده ترکیب شرق و غربم. یعنی اینکه من نوجوانیمو در لندن پرشور دهه 60 تجربه کردم و هر چه که دارم از همون روز هاست. روزی که از اونور خیابون من 14-15 ساله بچه های بیتلز رو میدیدم که از ماشین پیاده شدن رفتن توی سینمای نمایش دهنده هر. آره من همه اون روزها رو تجربه کردم. یعنی بیتلز از نزدیک دیدی؟ آره یعنی اونور خیابون دیگه. آره کنسرت دادم رولینگ استونز و من بچه اون روزا هم. بنابراین بچه راک اند رول هم. ولی خب پرتاب شدم به ایران و ایران هم کوششم این بود که ترانه رو تا اونجا که میتونم هول بدم به سمت جلو، از اون شکل سنتیش بیرون بیارم و این کار رو فکر میکنم کرده باشم. اون زمان پدر بنده، پدر شما و اینها با این ترانه نوین مشکل داشتن دیگه، بودن اینا اصلا هنوز اینا چیه؟ آره اینا چی هستش؟ این ترانه نوین چطور به فکر شما اومد؟ گفتم من محصول اون دورم. یعنی این که من چشمم رو باز کردم با ترانه‌های خود دنیا آشنا شدم. حتی بخشی از اون ترانه‌ها، ترانه‌های فرانسوی رو وقتی که 18 ساله بودم نمی‌فهمیدم، اما می‌رفتم پیدا می‌کردم ترجمه انگلیسیشون رو این ور اون ور و می‌دیدم که ترانه مقوله جدیه، هنر والاست. چرا ما باش یه همچین رفتاری داریم؟ ترانه جای طرح پیش پا افتاده ترین حرفای روزانه نیست، آرته در نابترین شکلش. ما باید ببینید به چه روزی افتاده در ایران امروز. سقوط تا تتلو، اتل متل تتلو. آقای قنبری یه مسئله که پیش بیاد، یه خورده اون زمانها ترانه ها رو احساس میکرد که دیگه بقید دارکه، یعنی تاریکه، مثلا جمعه تاریکه، هفته خاکستری تاریکه، جوانیه دیگه. آره اون اسیان جوانیه. و خیلی ها میگن که آقا به خاطر شماها اصلا انقلاب شد. خب متاسفانه ولی حقیقت نداره. چرا حقیقت نداره؟ برای اینکه ما از یک جامعه میایم که همچنان تیراژ کتاب در مرز 2000 و 1000، میانگین مطالعه در سال 2 دقیقه است در سال برای هر ایرانی. یعنی اینکه کسی که 2 دقیقه در سال کتاب میخونه به حرف من توجه نمیکنه که، اصلا من از کجا شنیده؟ با همه میشنیدیم، چون ما بچه بودیم میشنیدیم. ولی اگر امروز من دوباره 18 ساله بشم ترانه دارک نمینویسم. نمینویسی؟ نه. اوکی. چرا؟ برای اینکه بعد تجربه کردم من تمام ترانه‌ای که بعد از 57 نوشتم اگرم لحظاتی دارکن، برای اینکه برسن به نور، اون نور رو اون دوره کم داره. ما باید شوق زندگی کردن و عشق و اینا رو تبلیغ میکردیم و نکردیم. عاشق هستی دارم؟ همچنان. همچنان عاشقی؟ چون میگن نمیشه عاشق نبود و ترانه نوشت. نه نمیشه، برای اینکه مهمتر از همه عاشق زندگی هستی، عاشق رسیدن به یک روز بهتری و
عاشق لحظه هایی. شگفت انگیزه که هر چه از ایران من میشنوم اینه که دختر و پسر میگن که بچه های امروز اهل دوست داشتن نیستن. خیلی بده. و اونم روشنه چرا؟ برای اینکه سالها نفرت تبلیغ شده، بیزاری تبلیغ شده. ما به جای اینکه همدیگر رو دوست داشته باشیم از هم فرار میکنیم، همدیگر رو پس میزنیم. تا روزی که ما به عشق نرسیم، به دوست داشتن نرسیم، رستگار نخواهیم شد. فردی نمید. یادم میاد یکی از خواننده ها، یکی از خواننده ها برگشت گفتش که بعضی از دوستان ترانه سرای من که مارو بدبخت کردن بودن. مارو بدبخت کردن. نه 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 نه، اون که داستان اون که هیچ اون که هیچ نه، میگه که میگوتش که باید امروزه با یک کتاب دایره المعارف و یا یک کتاب ده خدا با آلبوم بدید تا مردم متوجه بشن دیگه. یعنی این حرف یک آدم هوشمند باسواد نیست. مطمئنه. یعنی این که ضرر داره اگر که یک ترانه درجه یک دو تا کلمه زیبای پارسی رو به شما یادآوری کنه، ضرر داره؟ خیر. ضرر داره که یک ترانه خوب سطح همه چیز شما رو بالا ببره؟ نه. چه ضرری داره؟ چرا میخواییم مدام فرو بریم؟ چرا؟ یک روز همین چند سال پیش استاد سینمایی هست که الان دیگه نیست ولی خب سینماش هست برای ابد، خب قبرستان فرانسوی، در جشنواره کن رو به مردم گفتش که آخه شما واقعا تا کی میخواید به تماشای فیلمایی برید که میتونید آخرشو حدس بزنید؟ دختر اونجوریه، بعد مرد اونجوریه، بعد به هم میرسن، بعد همینجوری میخواید فقط کارت پستال ببینید؟ تمام هنرها، نقاشی، تئاتر، چی همه ترقی کردن، جز این شما میخواید تو آخر عمر همینو ببینید فقط؟ مقوله ترانه هم همینه، تا آخر عمر میخواییم همین شش، هشت فلان با همین حرفایی پیش با افتاده همینو بشنویم. ایرادی نداره یک گروهی هم این نوع ترانه رو دوست دارن، ولی جایی ایراد داره که گروه دیگری وجود نداشته باشه که نوع دیگری از ترانه رو بشنوه. اگر ترانه بود برمیگشتیم به 18 سالگی، اگر برمیگشتیم به 18 سالگی، بعضی از همکارای شما که آشنایی دارید دلخور از این هستن که چرا ترانه ها رو به بعضی سپردن، حتی درباره شعر هم گفتن و حتما هم شما شنیدید و میدونید چیه. آیا شما هم این حس رو داشتید؟ در رابطه با خوانندگان؟ آره. ایرج گفته ترانه ها اون پس بده. میفهمم. آره. حتما. اما اگر من الان بگم که حقیقت داستان از چه قراره، طبیعتاً به تعداد دشمنان هم اضافه خواهم کرد. اون که ناراحتی نداری شما. و بعد همکاران خیلی ناراحت میشه، داره که حقیقته. ما در گذشته سفارش نمیگرفتیم از کسی، تلفن میکردیم خانم گوگوش، آقای داریوش، آقای ابی، هر کدام از بزرگان به ترانه تازه داریم براتون، تشریف بیارید به استودیوی فلان اونجا بشنوید. بیشتر اون کارها رو حتی موسیقیشو از پیش ضبط میکردیم. مثلا واروژان خب جای صدای گوگوش رو میدونست، حرف رو ما موزیکشو ضبط کردیم. روزی که گوگوش آمد توی استودیو ال کوردوبس، من با واروژان اون پشت پیانو نشست، من ترانه رو خوندم، یاد گرفت، موسیقی ضبط شده بود، رفت خوند، تموم شد، اون شب اومدیم بیرون. بعد از انقلاب دوستان با کم لطفی همه جا گفتن که نه، اینا همه سفارش های ما بود و ما سفارش دادیم اینا. خب اگه سفارش شما بوده، پس چرا وقتی که سلیقه خودتونه اینقدر نازله؟ چرا اینطوریه پس؟ چرا خود شما برنامه کم اجرا میکنید؟
برای اینکه ما دو تا صحنه نداریم، یک صحنه پارالل نداریم که به موازات اون صحنه 6 و 8 نمیدونم سنتی معمول یه صحنه دیگه ای هم باشه که اونجا یه اتفاقات دیگه ای بیفته. چون اون صحنه نیست، من مجبورم خودم گهگاه اون صحنه رو به وجود بیارم و خب بعد خسته میشی، همه کار رو با هم نمیتونی بکنی، هم باید خودت تولید بکنی، هم ضبط بکنی، هم اجرا بکنی، هم همه کار رو باید با هم بکنی، نمیشه، یعنی دیر به دیر پیش میاد. ولی خب همینه دیگه. اما با همه این حرفا تنها راه نجات این حرفه کار کردنه فقط و حضور داشته. بازیگری، ترانه‌سرایی، خوانندگی، ملودی ها همه مال خودم هم و ملودی ها کدوم جذابیت بیشتری داره؟ همشون با هم دیگه، همشون با هم. میگن خواننده ها دوست دارن بازیگر بشن، هنرپیشه بشن، فیلم بازی کنن. نه نه نه، من کار کردم، نه بازیگر ها دوست دارن بازیگری ندارم. نه نه نه، من ولی برعکس عشق فیلم سازی دارم و نوشتن دیگه. همین الان من سال گذشته بانوی زندگی ما از دست دادم. بله متاسف. و اون نه فقط همسر من بود که بهترین، واقعا بهترین رفیق من بود و تنها کسی بود که منو به زیبایی تحمل میکرد، اولین و آخرین شنونده من بود، همکار من بود، همه چیز من بود، یعنی هم مادر من بود، دوست دختر من بود، عشق من بود، همه چیز من بود. پس از او من تعطیل شدم، یعنی حتی خودم معرفی میکردم شهریار بیار. و اما چون حالم خیلی بد بود، حوصله بیدار شدن رو نداشتم دیگه. زندگی، یعنی فردا رو نمیخواستم ببینم. اما به هر حال به دلیل حضور پسرم و همه اینا با هم مجبور بودم که ادامه بدم. حالا که حالم بهتر شده، هفته پیش یه ترانه تازه تموم کردم و دیدم که چه انرژی گرفتم ازش. کسی قرار بخونه اونو؟ نه، خودم اجراش میکنم، برای اینکه برای اوست. خیلی خوبه، انقدر خوبه که حتی هر بار، یعنی تنها موردی است که برام پیش اومده تا به حال، هر بار میخوام بخونمش نمیتونم. ولی قول میدم که اولین بار بیام همینجا تو این برنامه. مرسی، ممنونم ازت. افتخار شهریار قنبری. مرسی. در ادامه برنامه مرسی. از صدای ایشون لذت خواهیم برد. با ما همراه باشید. ظهر تابستونا به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارونا به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندونا به یادم میاره، من نمازم تو رو هر روز دیدن، از رب دوست دارم شنیدن،
که اگه بی تو باشه جون میکنه، نفست شعر بلند بودن، با تو بودن بهترین شعر من. وسوسه شکار یک شاپرکی، تو مثل شوق رها کردن یک بادبادکی، تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه ای، تو مثل شادی خواب کردن یک عروس. من نمازم تو رو هر روز دیدن، از لبت دوست دارم شنیدن. تو قشنگی مثل شکل که عبر می سازن، گلای اطلسی از دیدن تو رنگ می بازن، اگه مردای تو قصه بدونن که این جایی برای بردن تو با اسب بالدار می تازن. نفست شعر بلند بودن، با تو بودن بهترین شعر من. من نمازم تو رو هر روز دیدن، از لبه بسد دارم شنیدن. رخت غزل کش پاره کن، در شعر من برهنه شو، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو. صد کتاب بوسه ی جادوی تو، کشف دوباره ی شراب، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو. سرخ دست تو های 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 باغچه تب کرده من، که
کفش تو ساز کلیان، های 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 شال تو جای گم شدن، چشم تو جای امن شب، های 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 به وقت گرگم به هوا، سینه پر قصه تو، های 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 صدای معدن طلا، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو تو، بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو. گیلاس درشت، ناز تو ابریشم چین، اسم تو یاد گل یاس، بغض تو لرزش زمین، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو، تو بهترین صحنه شو، برهنه شو بیبه، برهنه شو. هر سال هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله، نخواب آروم گله بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروزه، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن، گل لادن که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سپیده رفتن و رفتن،
گل دل ناز و که خسته گل پرپر نگو باده بلایت پرپرت کرده دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر دوباره قد بکش با اوج فواره نگوید ابر بیبارو نمیذاره به سیار دلاور نشکن از دشمن ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره نزاشتن هم صدایی رو بلد باشیم نزاشتن حتی با هم دیگه بد باشیم کتابای سفید رو دوره میکردیم که فکر شب کلاهی از نمد باشیم هزار افتاب هزار مهتاب نگو کوتاه دوباره به پریم از خواب بخون با من نترس از گله دشمن بیا بیرون بیا بیرون از این مرداب نگو تقوای ما تسلیم و ایزاره نگو تقدیر ما ست و گره داره به پیغام کلاغای سیاه شک کن که شب جستی رگی چیزی نمیاره نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره نخواب وقتی که خون از شب سرازیره بخون وقتی که خوندن معصیت داره بخون با من بیا تا من نگو دیره سکوت شیشه های شب غمی داره ولی خشم تو مشت محکمی داره عزیز جمعه های عشق و آزادی کلاغ پروازی با تو عالمی داره جمعه های عشق و آزادی کلاغ پروازی با تو عالمی داره نخواب ای حسرت سفره گل گندم نباش شد آلونای قصه سردرگم نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم دارن این مردم لالالالا دیگه بس گل نار لالالالا دیگه بس دیگه بس دیگه بس دیگه بس گل لاله لالالالا دیگه لالالالا دیگه بس دیگه بس دیگه بس دوستم داشته باش دوستم داشته باش بادها دلتنگند دستها بیهوده چشمها بیرنگند دوستم داشته باش شهرها میلرزند برگها میسوزند یادها میگندند باز شد تا پرواز سبز باش از آواز آشتی کن با رنگ عشق بازی با ساز دوستم داشته باش عطرها در راهند دوستت دارم ها آه چه کوتاهند دوستت خواهم داشت بیشتر از باران گرمتر از لبخند داغ چون تابستان
دوستت خواهم داشت، شادتر خواهم شد، نابتر، روشنتر، بارور خواهم شد. دوستم داشته باش، برگ را باور کن، آفتابی تر شو، باغ را از بر کن. دوستم داشته باش، عطرها در راهند. دوستت دارم ها، آه چه کوتاهند. خواب دیدم، در خواب آب آبی تر بود، روز پرسوز نبود، زخم شرم‌آور بود. خواب دیدم در تو رود از تب می‌سوخت، نور گیسو می‌بافت، باغچه گل می‌دوخت. دوستم داشته باش، عطرها در راهند. دوستت دارم ها، آه چه کوتاهند. دوستت دارم ها، آه چه کوتاهند.